بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تلاش‌های مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در بخش‌های مختلف در ایام اربعین حسینی. اجرای طرح سالانه قربانی توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در کربلا به مناسبت ایام اربعین. و 7 برادر از خانواده سرشناس اویغور در سینکیانگ زندانی هستند. وقت شما بخیر. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در ایام اربعین حسینی با تمام توان و همه عوامل اجرایی خود در بخش‌های مختلف و شبکه‌های گوناگون و به چندین زبان دنیا این اجتماع بزرگ مذهبی را پوشش می‌دهد. همکارم در گزارش خود به تلاش‌های مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در بخش‌های مختلف در ایام اربعین حسینی اشاره کرده که با هم می‌بینیم. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به پخش زنده مراسم مشایع زیارت اربعین حسینی سال 1406 هجری قمری ادامه می‌دهد و این مناسبت بزرگ را پوشش می‌دهد. پوشش زنده مراسم اربعین حسینی از طریق 6 شبکه ماهواره‌ای وابسته به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام انجام می شود که برنامه های خود را به 5 زبان زنده دنیا پخش می کنند. پوشش زنده مراسم اربعین حسینی از طریق 6 شبکه ماهواره‌ای وابسته به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام انجام می شود که برنامه های خود را به 5 زبان زنده دنیا پخش می کنند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام روزانه بیش از 16 ساعت به صورت زنده رویدادهای زیارت اربعین را پخش می کند و به بینندگان خود این امکان را می دهد تا تمامی جزئیات این مشایع را دنبال کنند و با رویدادهای آن ارتباط مستقیم داشته باشند. در گذرگاه مرزی مهران که شلوغ‌ترین گذرگاه برای ورود زائران ایرانی، افغانستانی، پاکستانی و آذربایجانی به عراق جهت شرکت در مراسم اربعین می باشد، تیمی از سوی مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام برخی از لحظات ورود زائران در این نقطه مرزی را پوشش می دهد. مقر ثابت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام جهت پوشش زنده مراسم مشایع اربعین در مسیر نجف کربلا عمود 1114 نیز لحظات زیبا و شورآفرینی از این مراسم جاودانه و معنوی را به تصویر می کشد. تیم سیار مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام از ابتدای ماه صفر و آغاز مشایع اربعین از جنوب بصره همراه با خیلی عظیم زائران به راه افتاده و در پوشش این اجتماع عظیم مذهبی مشارکت دارد و همکنون به مسیر جاده نجف نزدیک شده است. همچنین در استودیو شارع باب قبله امام حسین علیه السلام به چندین زبان دنیا برنامه هایی به صورت زنده پخش می شود و حضور گسترده زائران اربعین حسینی در جوار مرقد مطهر سرور و سالار شهیدان به نمایش گذاشته می شود. گفتنی است که برنامه سلام کربلا همه روزه ساعت 9 صبح با دعوت از مسئولان دولتی شهر مقدس کربلا در بخش فارسی تلویزیون امام حسین علیه السلام خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی را به مناسبت ایام اربعین حسینی اطلاع رسانی می‌نماید. همچنین برنامه تا اربعین با مسعود بهنام همه شب ساعت 21:30 تا 22 نیز در بخش فارسی تلویزیون امام حسین علیه السلام حضور پرشور زائران اربعین را
در خیابان باب قبله امام حسین علیه السلام پوشش داده و علاوه بر آن به تحلیل اربعین حسینی و مسائل پیرامون آن از جنبه های مختلف می پردازد. اخبار شیعه بخش فارسی نیز همه روزه در بخش نیمروزی خود در ساعت 14 و بخش شبانگاهی در ساعت 20 به وقت کربلا رویدادهای مربوط به مراسم اربعین حسینی را در اقصا نقاط عالم پوشش می دهد. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مطهر علوی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی 215 ایستگاه قرآنی افتتاح کرده است. به عنوان بخش از برنامه و فعالیت‌های میدانی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی، آستان مطهر علوی به نمایندگی از بخش امور دینی دارالقرآن کریم 215 ایستگاه قرآنی را در 12 استان عراق برای طرح تصحیح قرائت سوره فاتحه و کوتاه افتتاح کرد. علا محسن مسئول حوزه دارالقرآن کریم در این باره گفت طرح تصحیح قرائت سوره مبارکه فاتحه و سوره های کوتاه در راهروهای صحن حیدری و اماکن پذیرایی وابسته به حرم مطهر علوی و استانهای عراق برای خدمت رسانی به زائران زن و مرد انجام می شود. خبری از افغانستان. یک منبع محلی در بدخشان به رسانه ها گفته که اعضای طالبان یک نظامی حکومت پیشین را که اسماعیلی مذهب بود شکنجه و سر بریدند. منبع یاد شده گفت که این مرد محمد نبی نام داشت و ساکن مرکز شهرستان زیبا که بدخشان بوده است. منبع مذکور افزوده که اعضای طالبان یک شنبه شب 28 مرداد این مرد را به اتهام داشتن سلاح از خانه اش بیرون کرده و در یک منطقه دوردست شکنجه و سپس سر بریدند. نتیجه پژوهش دانشمندان نشان می‌دهد که فعالیت‌های خلاقانه احساس ارزشمندی زندگی، شادی و رضایت از زندگی را در فرد افزایش می‌دهد. دکتر هلن کیز از دانشگاه انگلیا راسکین و نویسنده اصلی این پژوهش توضیح می‌دهد تأثیر فعالیت‌های هنری و صنایع دستی در ایجاد حس ارزشمندی زندگی بیش از اشتغال است. صنایع دستی نه تنها حس موفقیت و داشتن دستاورد ایجاد می کند، بلکه مسیری معنادار برای ابراز و بیان است. اما این مسئله همیشه در مورد اشتغال صادق نیست. دانشمندان در این پژوهش داده های گروهی متشکل از 7182 فرد شرکت کننده در نظرسنجی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند. در این نظرسنجی میزان مشارکت عمومی در فعالیت‌های فرهنگی، دیجیتال و ورزشی بررسی شده است. اثر استرس شغلی می‌تواند فراتر از عصبی شدن و حس ناخوشایند آغاز هفته باشد. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که استرس شغلی می‌تواند روی قلب نیز تأثیر بگذارد. به گزارش یاهو لایف، بر اساس این پژوهش که در نشریه انجمن قلب آمریکا منتشر شده است، فشار شغلی با افزایش احتمال ابتلا به شایع‌ترین نوع ضربان قلب نامنظم آریتمی قلبی ارتباط دارد. پژوهشگران سوابق پزشکی حدود 6000 بزرگسال شاغل در بخش اداری و همینطور داده‌های 18 سال بعد را بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد کارمندانی که گفتند تحت فشار شغلی بالایی بودند 83% بیشتر در معرض خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند که شایع‌ترین نوع آریتمی یا ضربان قلب نامنظم است.
داده‌های جدید این نظریه را که مصرف روزانه سرکه به مدت 4 هفته می‌تواند علائم افسردگی بزرگسالانی را که مشکل سلامت جدی ندارند بهبود بخشد تایید می‌کند. محققان دریافتند که مصرف روزانه سرکه می‌تواند علائم افسردگی را بهبود بخشد. به گزارش ساینس الرت، تیمی به رهبری دانشگاه ایالتی آریزونا نه تنها تأثیر مصرف منظم سرکه را آزمایش کردند، بلکه فعالیت‌های متابولیک را، فرایندهای شیمیایی که غذا را به انرژی و مواد بیولوژیکی دیگر تبدیل می‌کنند نیز بررسی کردند تا دلایل فواید مشاهده شده در اثر مصرف سرکه را بیابند. مؤسسه نیکوکاری و فرهنگی مثبال حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا با همکاری مجمع‌رسانی امام حسین علیه السلام و مؤسسه جهانی خیریه و بشردوستانه امام حسین علیه السلام IHC طرح سالانه قربانی را اجرا کرد. در همین راستا تعدادی دام به نیت سلامتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ذبح و گوشت آن بین موکب‌های خدمات رسانی توزیع شد. حیدر الفتلاوی مسئول پیگیری میدانی این مؤسسه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اخبارشی گفت با توصیه‌های رئیس مؤسسه جناب شیخ مصطفی محمدی ده‌ها دام ذبح شده و گوشت آنها در محله‌های مختلف کربلا به نیت سلامتی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف و دعا برای تعجیل فرج آن حضرت توسط عوامل اجرای مؤسسه توزیع شد. وی خاطر نشان کرد طرح سالانه قربانی با تأکیدها و راهنمودهای مستقیم حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با همکاری مؤسسات و نهادهای همکار بین المللی و داخلی به اجرا در می آید. قابل ذکر است که مؤسسه نیکوکاری و فرهنگی مثبال حسین علیه السلام همچنان به ارائه خدمات و فعالیت‌های بسیاری از جمله ذبح و قربانی به صورت مستمر ادامه می‌دهد. این اقدام‌ها بر اساس راهنمودهای آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی صورت می‌گیرد که همواره بر لزوم ارائه همگونه حمایت و پشتیبانی و خدمات در داخل شهر مقدس کربلا و در مسیر کربلا در ایام مراسم اربعین تاکید دارد. در آستانه مراسم گرامی داشت آیین زیارت اربعین، مؤسسه مثبال حسین علیه السلام خود را برای خدمات رسانی به زائران آماده می کند و به اقدامات ویژه خود در رابطه با پروژه مهم راهبردی چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر نیز ادامه می دهد. مؤسسه مثبال حسین علیه السلام از بدو تأسیس تا کنون تمام تلاش خود را برای خدمات رسانی به زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام در طول سال به ویژه در ایام زیارت اربعین انجام داده است. 7 برادر از یک خانواده سرشناس اویغور در کاشغر به دلیل انجام فعالیت‌های خیریه به منظور حمایت از اویغورها و سفرهای خارج از کشور در زندان به سر می‌برند. همکارم در گزارش خود به روایت این ماجرا پرداخته که با هم می‌بینیم. برخی از منابع در سینکیانگ خبر از بازداشت دست جمعی 7 برادر دادند که در فعالیت‌های خیریه به منظور حمایت از اویغورها مشارکت داشته و در این زمینه سفرهای خارج از کشور نیز انجام داده بودند. این حبس‌های دست جمعی که از سال 2017 آغاز شده با اتهامات غیر مستند و بهانه‌های بسیار ضعیف صورت گرفته است. این برادران عبدالسلام 45 ساله، عبدالخلیل 47 ساله، محمد صدیق 49 ساله، یوسف جان 51 ساله، محمد ترسان 54 ساله، حازیل 56 ساله و صابر 62 ساله تاجران فعال در زمینه مصالح ساختمانی، لوازم برقی و سایر محصولات بودند. برخی از منابع گفتند که این برادران همزمان با دستگیری‌های دست جمعی اویغورها بازداشت و زندانی شدند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌های کاشغر و آرومچی هستند.
سید عبدالولی ایوب بنیانگذار اویغور هلپ که با نام اویغوریار نیز شناخته می شود در این رابطه گفت: آنها یکی از ثروتمندترین خانواده های کاشغر هستند و شبکه های اطلاع رسانی اویغورها تایید کردند که این 7 برادر همگی زندانی هستند. این 7 برادر از جمله 1,800,000 اویغور و سایر مسلمانان ترک هستند که به اتهام های غیر مستند و بهانه های واهی در جریان بازداشت های دست جمعی که بیش از 7 سال پیش آغاز شده دستگیر شدند، چرا که مقام های چینی تاجران، روحانیون، روشنفکران و کسانی را که سالها قبل به خارج از کشور سفر کرده یا به آموزش قرآن به جوانان پرداختند دستگیر می نمایند. چین که ادعا می کند با جدایی طلبی و تروریسم مبارزه می کند و با همین اتهام ها اویغورها را به شدت تحت فشار قرار داده و کسانی را که با اویغورها در خارج از سینکیانگ ارتباط برقرار کرده اند یا حمایت مالی ارائه کرده اند مجازات کرده است. اگرچه مقام های چینی برای مدت طولانی اویغورها را از سفر به خارج منع می کردند، اما پس از سال 2010 دوره کوتاهی وجود داشت که آنها پس از فشارهای بین المللی تشویق به دریافت گذرنامه شدند. اما بعداً مقام‌های چینی کسانی را که گذرنامه گرفتند یا صرفاً درخواست گذرنامه دادند مشکوک تلقی کرده و متعاقباً در اردوگاه‌ها و زندان‌ها بازداشت شدند. پدر این 7 برادر به نام ابوالقاسم که فوت کرده در کاشغر ساعت می‌فروخت و تعمیر می‌کرد. برادران پس از فوت پدر تجارتی را با فروش کالاهای مختلف آغاز و در طول سالها مرکز تجارت آقا آورده را تأسیس کردند که عمده فعالیت آن فروش مصالح ساختمانی و لوازم الکترونیکی بود. آنها پازل تجارت خانوادگی خود را به حمل و نقل کالا نیز گسترش داده و در آسیای مرکزی و ترکیه هم حضور یافته و به تاجران برجسته اویغور تبدیل شدند. این برادران در صنعت هتلداری نیز فعالیت داشتند. یک نگهبان از ساختمان اقامتگاه زندانیان کاشغر گفت که این 7 برادر در ماه می 2019 به 17، 13، 11 و 9 سال زندان محکوم شدند. این برادران به دیگر اویغورها کمک می کردند تا در کاشغر شغل پیدا کنند و فعالیت‌های خیریه به نفع یتیمان و فقرا انجام داده و به آموزش کودکان کمک می کردند. از جمله دلایل بازداشت این برادران فعالیت‌های خیریه و ارتباط با مهاجران اویغور در جریان فعالیت‌های تجاری خود در تجارت و حمل و نقل کالا بوده است. کمک مالی آنها به اویغورهای نیازمند خارج از کشور در حین فعالیت‌های تجارت در خارج از کشور نیز به عنوان حمایت از اویغورها شناخته شده است. اتهام آنان حمایت از اویغورهای خارج از کشور و تلاش برای ایجاد نفرت و تبعیض قومی است. یکی از برادران به نام عبدالخلیل که فیلمساز و کارآفرین است برای اولین بار در اکتبر 2017 دستگیر شد و بیش از 18 ماه در بازداشت موقت به سر برد و به اردوگاه بازآموزی فرستاده شد. فیلم‌های او فرهنگ اویغور را ترویج می‌کرد. عبدالخلیل در دسامبر 2019 آزاد شد، اما در سپتامبر 2023 به دلیل تشویق به جدایی طلبی و ترویج فرهنگ اویغور در فیلم‌هایش دوباره دستگیر شد. وی هم‌اکنون در گذراندن دوران محکومیت 15 ساله خود در زندان کاشغر است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تلاش‌های مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در بخش‌های مختلف در ایام اربعین حسینی. اجرای طرح سالانه قربانی توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در کربلا به مناسبت ایام اربعین. و 7 برادر از خانواده سرشناس اویغور در سینکیانگ زندانی هستند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.